خوبی؟ این منوی اینجا رو من خیلی دوست دارم، برای همین گفتم شامو اینجا بزنیم. مرسی ممنون. فیله پنلوپش با سس مورینیوش بی نظیره. به نظر من اینو با هم اینجا چه کار بکنی؟ چه من نشستی؟ باشو باش. نه همینجور نشسته بودم مثلا کاری نه. صحاب ندارم اگه اینجا. خب خیلی خوش اومدی به چنل یوتیوب من. حالا چطوره؟ کی بود باکت حد دوست نداشت؟ من به اینا میگفتم کلا توریستی، یعنی یه حالتی بود که حالم ازش به هم میخورد، ولی حالا اینجوری هم که دوست دارم برم بعدیشو بگیرم. اول که مرسی که بین این همه ویدیویی که توی یوتیوبه اومدی روی این کلیک کردی، این یعنی دلامون اینجوری به هم کانکت. امروز تصمیم گرفتم تا راجع به دیت با هم خیلی جدی صحبت کنم. ماجرا از اونجایی شروع شد که من چند وقت پیش رفتم فیلم سارو ببینم، بعد دقت کردم چند نفر معلومه با اون پارتنری که اومدن مثلا بار اولشونه، از مدلی که دستشو گرفته بود مراقب بود مثلا پاش پیچ نخوره رو پله با گردن بیاد وسط و اینا. منم همین، من مغزم خیلی چیه، من آنالیز میکنم. 3-4 تا فیلم عاشقانه بود و اینا، گفتم خب بین این همه فیلم میرفتی خب اونو میدیدی، بقیش هم معلوم بود دلشون اونو میخواست، مثلا پی 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 میخندیدن و اینا، اون دوتا مثلا گذشت. سا شروع شد، بعد دقیقه 3 این شکلیه که یکی رو از چش وست کردن به یه جا که مثلا چشاشو از حدقه قراره در بیاد. حالا من خیلی جدی جدی نشسته بودم، یعنی سایکوها داشتم پاپکورن میخوردم مثلا این صحنه رو میدیدم و اینا، این یهو اینجوری کرد، اون یهو اونجوری که صندلی رفت عقب و اینا، مثلا یه لحظه فکرم رولر کاستر قضیه. بعد دور و برم رو نگاه کردم، دیدم یکی دیگه اینجوری خوابیده، اون بر رو نگاه کردم دیدم یکی دیگه اینجوری نشسته. این همه فیلم هست رو پرده سینما، چرا سارو رو انتخاب؟ بعد تو مگه دیت نداری با یارو؟ این آخه چه انتخاب اشتباهیه؟ بعد هرچی هم جلوتر میرفت اینا بیشتر از هم دیگه دور میشدن. پسره که قشنگ این بر رفته بود واسه خودش غیب شده بود، دختر رفته بود گفتم حداقل هم دیگه رو بغل کنی. این یه جرقه ای زد که آقا بیا راجع به این قضیه صحبت کن، اینجا ممکنه اولین اشتباه آخرین اشتباهت باشه. اون دختره دیگه توف هم تو صورت یارو نمیندازه. از اونجایی هم که تکی حال نمیده، سری اومدم تو تلگرام براتون تایپ کردم که بگین آقا خاطره عجیب غریب یا اصلا توقع تو از دیت چیه. بعد ما دو مدل دیت داریم، دیت داخل ایران، دیت خارج ایران. طرف میگه من دوست دارم اون شراب روزه مورد علاقه جلوی ویو ما. خب نه، اون اونجوری نیست، ایران فرق داره دیگه، اینجوری نیستش. ما اول میریم سراغ وایس هایی که فرستادیم، یه سری وایس رو هم دیگه گوش کنیم، لابلاش اگه چیزی هم به ذهنم رسید اضافه میکنم، اگه چیزی هم کلا به ذهنم نرسید تو توی کامنت اضافه کن. با من ازدواج میکنی؟ آقا راجع به این یه خاطره برات تعریف کنم، پشمات میریزه. من ایرپادمو تو ایران گم کردم، یعنی گم نکردم، اما یه اسنپیه ازم دزدید، تو اسنپ جا گذاشتم، بعد 20 دقیقه بعد بهش زنگ زدم گفتم ایرپاد من اونجا نیست، اصلا هنوز سوالو نپرسیده بودم، گفت نه آقا نیست، قطع کرد. کلا من بلاکم کرد جوانا. رفتم بیتس گرفتم، حالا اسپانسر این برنامه طبیعتا بیتس نیست، ولی این بیتسه از ایرپاد خیلی بهتره. اینو گرفتم اومدم اینجا گذاشتم رو میز، یه روزی بیدار شدم برم طبق معمول مثلا کافی درست کنم و اینو، میخوام یهو درش رو وا کردم دیدم اون یکیش نیست. چند تا آپشن کلا میاد تو ذهنم، یکی اینکه شب من خواب بودم پوکر اومده در اینو وا کرده، اونو ورداشته خورده درشو بسته، یا هم که خونه جن داره. لابلای وایس هایی که دارم میبینم، یه سری متنم دارم میبینم، حالا متنا رو هم با هم دیگه میخونیم دیگه. یکی نوشته آقا تو دیت اول در مورد سکس نپرسین جون جدتون، چون آدم حس میکنه خرابه. آره تو دیت اول راجع به سکس پرسیدن یه جوریه دیگه، میفهمم حال تو، ولی یه ذره سیاست داشته باشم. یه جای زندگی یکی میاد، یعنی هر توقعی قبل از داشته باشی یکی میاد یه دیت اولی با اون خواهی داشت، تو آخر عمر تمام توقعات اینه که دیت اولی که با بقیه داری شبیه اون دیته باشه. من هیچی نفهمیدم، ولی فکر کنم منظورش اینه که همیشه استانداردهایی که داری همون مدلی نمیمونه. میگه مثلا من عاشق دختر مو مشکی ام، یهو همسر آیندت بلونده. سلام پاشا، امیدوارم حالت خوب باشه. این وایس رو میگیرم واسه ویدیوی دیت اول. خواستم بگم من تا حالا دیت نرفتم. خدافظ. ده آخر نوشته که اولین چیز اینه که پسر بذاره دختر حساب کنه کنسل زیاده. دومیش هم تو دیت اول شوخی های مسخره و جنسیه
که اینم کنسل. بین علما خیلی اختلافه سر این قضیه. به نظر من منطقیش اینه که اون تعارفه که تو خمیر مایه ما ایرانی ها هست که من هیچ وقتم واقعا تعارفو درک نمیکنم، یعنی 18 نفر وایستن دم آسانسور، هی این میگه بفرما، هی اون میگه بفرما، اینو من هیچ وقت درک نمیکنم. ولی توی این مورد خاص تعارفو بزن، باحاله. من خودم ترجیح میدم طرف تعارف بزنه، بگم آقا به این قضیه فکر کرد، بعد بگم بابا بذار جیبت. و یه نکته دیگه خیلی شیکه که تیپ بدیم، توی فرهنگیه که به نظرم هم اون ویتره یا ویترسه حال میکنه، همون کسی که باهاشی. در مورد دیت اول، من با یه اکانت فیک اینستاگرام، همین الان داره میره دیت، داره پیس پیس اوتکلونش داره میاد، مخه دختر خانومی زدم و ایشون هم اکانتشون فیک. پس در واقع مخه یه آقا پسری رو زدی، ولی حالا، ولی خب بعد از حدود یک ماه با هم قرار گذاشتیم توی کافه هم دیگه رو ببینیم. من نشسته بودم توی کافه، دیدم یه دختر خانومی داره میاد و شبیه اکسمه، ای وای. و فهمیدم که داشتم با اکسم یک ماه لاس میزدم و همون اتفاق باعث شد که ما دو به هم برگردیم. خب من یه سوال دارم، یعنی چیز عجیب غریب، خب مثلا چی میشد براش تلت ندیگه؟ اگه تکس عادی بهت میداد احتمالا تو هم حساب نمیکردی و خب رابطتون نمیشد. باحال گولت زده، هر جور دارم حساب میکنم، کسی خواست از این ترفند استفاده کنه. یه چیزی که خیلی ما شنیدیم اینه که نباید یوبس باشه طرف مقابل. حالا من به عنوان یه دختر دارم میگم، مثلا پسر نباید یوبس باشه تو دیت اول، ولی نباید از اون ور بومم بیفته، چون الان خیلی داره بد جا میفته که سبک بازی یه جوری میشه. تو به عنوان یک مرد نمیتونی به اون طرف نگاه کنی تو دیت اول، یعنی یه آدم جلف سبک مثل شوهر عمه طور میشه. آفرین. ببین مرز شوخی خیلی باریکه، بیشتر از تجربه من میاد که پسرها خیلی شوخی های شوهر عمه‌ای میکنن، از اون ورم دخترها با یه لحن لوس ادبم حسنی میخوام، اونجوری باحال نیست. اینو یه بالانسی بهش برسین خیلی باحال میشه. بعد آها، این خیلی مهمه، دروغ نگو تو دیت اول. دیت اول طرفو جایی ببر که بتونی هر از گاهی ببریش، یهو عالی نکن و بیچاره میشی. یهو اومدی ما طرف شیفتت رو، وقتی بعد هفته یه بار بهش فیله آنتروکوت بدی، چون دیگه با هایدا کنار نمیاد. نوشته که سلام، کلا فکر میکنم همه دخترای مدلی باشن، اگه دیت اول خیلی ابراز احساسات کنه کنسل میشه، اگه خیلی حرف بزنه هم کنسل میشه. دیت اول مثل یه بتلیه، جالبیش اینه کسی نباید تو اون بتل ببره، چون اگه ببره اون یکی براش ترن آف میشه دیگه، خدافظ پاریس. خیلی کوتاه میخوام برات تعریف کنم. من کوتاه هم نی، یه دقیقه سال پیش توی پارک توی قیتریه دیت اولم بود، بعد دختر خیلی هات بود، اینجوری بود که نیم ساعت از قرارمون گذشت، در آورد، یعنی نیم ساعت نشسته بودیم صحبت و اینا، بعدش بهم گفت که میتونم یه سوال ازت بپرسم. گفتم بپرس. گفت که میتونم ببوسمت. بعد منو مثل مونگولا لپامو بردم جلوش، گفتم آره میتونم. هیچی ماچ کرد و اینا، ماچ کرد بعدش یه چیزی خوردیم و اینا، بعدش بهم گفت که ما خونمون کسی نیست، اگه میخوای بریم اونجا هوا سرده بیرون. بریم اونجا هوا سرده بیرون، این ترفند ما پسرا بود، بذاریم نیفته. گفتم نه، یکم بگردیم قدم بزنیم حال میگه. چه جوری دو هزارید نیفتاد؟ هیچی، سر تو درد نیارم دیگه. گذشت، من الان 12 سال رد شده، نامزد دارم، چند وقتی دیگه قرار ازدواج کنیم، ولی مثل سگ هنوز حسرت اون دختره رو دارم میخورم. این عجیبه، فکر کن نامزد داره ولی 12 سال داره به این فکر میکنه که کاش به جای لپ یه چهار انگوش اونورتر رو گذاشته بود جلوش. انتظار از دیت اول اینه که طرف واقعا شخصیت خوبی از خودش نشون بده، مثلا چه میدونم یه ذره احترام بذاره، اینجوری بهش مثلا چون میری رستوران اول برای تو رو سفارش از تو بخواد، یا مثلا چه میدونم موقعی بلند شدن حالا نگه تاچ کنه، کار مثلا دستش رو بگیره، پشتت مراقب باشه و اینا. پشتت مراقب باشه یعنی چی؟ روز دیت اول داشتم و واقعا از دیت اولم راضی بودم. یعنی پشتت مراقب بود؟ روز بهش قطعی جواب کامل رو ندادم. خیلی راضی بودم ولی جواب قطعی رو ندادم. خب مریضی مگه؟ یارو همه چی حواسش بوده دیگه، جواب بده پسر مردم. تو دیت اول منطقی باشه، همه با اونی که تو اینستاگرامشون هستن فرق دارن. تو دیت اول منطقی باشه یعنی چی؟ بعد همه با اینستاگرامشون فرق دارن، که خب معلومه همه با اینستاگرامشون فرق دارن، این فکته. منم تا یه سال پیش و دو سال پیش داشتم غور می‌زدم وای چرا همه اینجا آقا اینستاگرام و کلا سوشال مدیا طراحی شده برای اینکه آدما اون ورژنی از خودشونو که دوست دارن به بقیه نشون بدن. با این قضیه هممون کنار بیای. تو داری نمیای تو سوشال مدیا که مثلا صبح تا شب گریه کردن یکی رو ببینی، تو داری میای که مثلا
چیزای خوب ببینی دیگه، هر کی به اندازه کافی بدبختی تو زندگیش داره. حالا من نمیگم فیک، ولی اون قسمتی از زندگی ها که باحال رو نشون دادن اشکالی نداره. حالا اینو بیار توی ظاهر، تو غالبا اون مدلی که صبح بیدار میشی ساعت مثلا 5 صبح منو ندیدی، نرمال نیست دیگه. مثلا 5 صبح بیدار میشم پف کردم چشم اینجوریه اونجام اینجوریه، خودم مثلا یهو پست نمیذارم تو اینستاگرام یا استوری نمیذارم دیگه، غالبا در بهترین حالتم و بهترین ادیت و بهترین رنگ عکس میذارم. خب یه نفر اگه مثلا یهو یه تایم عجیبی منو نگاه کنه میگه این هیچ ربطی به اینستاگرامش نداره، که نرماله. این که ما توقعمون رو بر اساس اینستاگرام از اون آدم بالا ببریم اشتباهه، یعنی ما این فکتر رو باید بدونیم که این جوریه. حالا بریم ببینیمش، هرچی بیشتر نزدیک اینستاگرامش بود دمش گرم، اگرم کمتر نزدیک بود ناراحت نشو، طبیعی. اول از همه این که طرف با عکساش فرق نکنه، یعنی فکر کنم مهمترین چیز اینه که کلن اگه اینطوری نباشه اون دیتا به نظرم نابود میشه. من هرچی الان گفتم بادم جون واکس زدم دیگه، یعنی اصلا هیچ آرایش غلیظ و اینا هم نداشته باشه. منطقیه. حالا من چون پسرم اینا رو میگم به عنوان انگار صورتشو با کرم پود شسته اومده تو دیت، من نیستم. شد بگی یکی بگی به تو. اولا یه سیاست رفتاریه که پسر به نظر من باید داشته باشه تا اون دختر رو جذب بکنه، اینه که آقا یه اقتدار و مستقل بودن رو نشون بده. یعنی آقا نپرسه آقا چه میدونم کجا پاشیم بریم رستوران، هی نظر نپرسه. و نکته بعدی اینه که دختر نباید بیاد همه چیشو و یا حتی پسر همه چی تو همون دیت اول بگه آقا من خونه دارم ماشین دارم فلانم فلان. 10 امتیاز مثبت شما میرین فینال. تو همیشه باید بذاری یه قسمتی از شخصیتت ناشناخته بمونه برای اون آدمه. یه قسمت چیه؟ خیلی از قسمت‌های شخصیتت باید برای اون آدم ناشناخته بمونه. اینکه تو دیت اول بشینی راجبه کل زندگی تو پدر و مادر و برادر و خواهر و زنمو و فلان بشینی با طرف صحبت بکنی، این همه اینفورمیشن تو یه دونه دیت نیازی نیست. دو، راجب اکس جون جدتون با هم دیگه صحبت نکن. مثلا راجب اکس کلن با این آدمی که نکسته خبر مرگش با اون صحبت نکن، گناه داره. اون اومده مثلا برجی اومده بسازه توی زمینی، بعد همش بگن حالا به من نمیدونم ولی قبلا اینجا یه ویلایی بود، اصلا من تمام خاطراتم تو این ویلا است، از موقعی که اینو کلنگ زدن برکت از زندگی ما رفت. آقا تو واسا شاید برجه خیلی خفن بود. کلاس مثال و پشمام. من دو تا نکته به نظرم رسید برای دیت اول. یکیش اینه که خط قرمز ها و اون تعاریفی که ممکنه برای هر فرد فرق بکنه در بیاد. و دومیش این که سعی نکنی پرفکت پرسن باشی، یعنی اگر چیزی رو مخت هست همون اول به زبونش بیاری. اسیر میشیم. حالا عجله ای هم نبود پشت ترک موتور شد تو زحمت هم افتادی. ببین مثلا یکی میگه آقا موزیک برای من مهمه، طرف اگه فلان خواننده رو فلان سبک موزیک رو گوش بده برای من ترنافه. بعد موزیک واقعا به نظر من مهمترین چیزه، چون یه خلع و سکوت بین شما رو قرار اون موزیک پر کنه. حالا اگه تو ماشینین، اگه تو خونه این، اگه هر جا همیشه که دارین با هم حرف نمیزنین، که اون تایمایی که حرف نمیزنین احتمالاً یه بخش زیادیش موزیک جایگزین میشه. بعد اگه اون موزیک انرژیش به تو نخوره، تو یه انرژی بدی از موزیکی که دوست نداری ولی طرف دوست داره داری میگیری، بعد اون انرژی بده رو میاری میکنی تو رابطت. پشماتری. پس به نظر من تو دیت اول گربه رو دم حجله بکش اگه سازمان حمایت از حیوانات نمیاد سراغمون، بعد خیالتو برای یک عمر شادم چند هفته راحت کن. سلام پاشا، چطوری؟ در مورد این چیزی که توی چنلت گذاشته بودی، ببین از نظر من مهمترین چیز برای اینکه اگه دو نفر میخوام با هم دیت کنم اگه رابطه لانگ ترم داشته باشن، دو تا چیز تو دیت اول، شاید هم سه تا چیز، اینه که تو دیت اول دختر نباید، از نظر من دختری که با هم زیاد سنگ شد دیت اول زیاد پسند نمیست. و سمین مورد اینه که نظر من تو دیت اول دختر باید تروفین رو بزنه که اگه میخوای من حساب بکنم. و برای نکته سوم که مهمه اینه که کلا نظر من دیت اول باید تنهایی باشه. یعنی بعضی حالا مثلا تو سنهای تینیجری باز بیشتر اونه که مثلا یکم ذهنشون مثلا تو بچگیشون بیشتر مونده، با دوستشون میان سر دیت. آره اون دیگه خیلی فوله دیگه، مثلا داری با منیجر میری سر دیت یا مثلا بهرام و شهرام هم پشت بودی نشستی مثلا بچه ها، نه اوشون کشی نیستش که، نمیخوای یه جای رو فتح کنی که چرا دیگه دل طرفو میخوای فتح کنی. اول اینکه بهتره یه جای عمومی برید، برای مثلا وقتی میخواید یکی رو برای بار اول ببینید، رستوران، کافه، چه میدونم یه جای بیرون باشه، مثلا خونه طرفو نشید برای بار اول. آره این خیلی ضعیفه. ببین گوش کن، طرف اگه بار اول بهت چراغ سبز نشون داد که اوکی بیاد خونت، تو اوکی نباش.
پشماش میریزه. دو تا علت داره. یکی این که اگه واقعا انقدر یعنی طرفو واقعا نمیشناسی، هیچ شناختی روش نداری و همینجوری یهو هپی بوده برای اینکه بیاد بار اول خونت، یه ذره خط قرمزه، چون شاید قبلا هم این کارو کرده، من سلیقم نیست. برای دیتا یه موقع اصلا جفتشون میخوان وان نایت استند باشن، کاراشون بشه اینا، اون یه چیز دیگه است. نکته دو اینه که بابا شاید اصلا تله است، شاید اون تو ذهنش نشسته فکر کرده گفته من این تعارفه رو بهش میزنم، ولی میفهمم که طرف ذهنش کجاست و تو اینجا میتونی که آسپی کو بکوبی زمین و بگی که من ترجیح میدم برای بار اول بریم بیرون. من فکر کنم از هر 10 تا پسر یک نفر این جمله رو بگه، حتی یادم نمیاد خودم اینو گفتم. تجربه‌ای که داشتم همیشه این بوده که مثلا توی مهمونی با یکی آشنا شدم و بعد مثلا صبحش یا اون پیش من یا من پیش اون بیدار شدیم، ولی حالا اینقدر شورم نه، شور نبود که، ولی نمیدونم چرا اصلا برای من جذاب نیست که حالا بخوام کافه بریم تنهایی با پسره برم یه رستوران فنسی بشینیم غذا بخوریم و راجب رنگ مورد علاقمون صحبت کنیم. تو ایران بیشتر این اتفاق میفته دیگه، چون مثلا بار یا اون نمیتونیم بریم بشینیم مثلا شراب و ویسکی بزنیم که قاعدتا جمع میشین، حالا دوره همیه، بهترین ورژنش دوره همیه. اینکه تو مثلا با یکی تو تیک بودی یه مدت خیلی زیادی تو اینستاگرام با هم صحبت میکردین، حالا یکی از دوستای تو دوستای اون یه دوره همی گرفته، مهمونی نه مهمونی شلوغه، اصلا سگ میزنه گربه میرقصه نمیفهمی داره چه اتفاقی میفته، بهش مسیج میدی من دارم فلانجا میرم دوست داری با من بیای، بعد اونم میگه نه ان میشی بازی تموم میشه. برام خیلی مهمه که تو دیت اول همه چی دوستانه پیش بره و سریع احساس صمیمیت نکنه، نزدیک نشه، صرفا یه آشنایی باشه حالا اون اولش، چون بعضی یه جوری رفتار میکنن که تو معذب میشی اصلا. آقا ببین چند تا طرز تفکر وجود داره، یکی داره میگه آقا من میخوام تو دیت اول طرف بهم نزدیک نشه، اون یکی میگه اصلا با هم دیگه بریم دوره همی، اون یکی میگه اصلا از پشت هوامو داشته باشه. خب ما چیکار کنیم؟ چقدر سخت. کاش همه دخترها با هم دیگه یه گروه بزنن، بعد تو گروه به یه تصمیم نهایی برسن، بعد خبر شما پسر رو بگن. من دوست دارم یه جای خلوت، نه کافه که خیلی شلوغه، نه سینما، یه جای خلوت مثلا جنگل. تو سیستمت مشخص شد، ببین فهمیدیمت. خیلی میخواد منم منم کنه، خیلی از خودش تعریف کنه، من اینو دارم من اونو دارم. ببین یه خطیش میشه گونه خوره یار. ببین یکی یه سوال خیلی باحالی پرسیده، نوشته آقا من نمیدونم لطفاً بپرس بغل کردن اوکیه؟ فکر کنم منظورش اینه مثلا میخوای خدافظی کنی مثلا دست بدی یا بغل کنی. سوالش جالبه، من دارم بهش فکر میکنم. مثلا دیت اول رفتین خدافظی میخوای بکنی یه اینجوری جالبه که فقط دست بدی؟ آخه احساس میکنم خیلی کمه، بغلم زیاده، بوس هم که بعدشه، وسطش چیه؟ منم بی خود درگیر کرد. شلوار اسکینی نپوشه لطفاً. قوزم نکنه. من قوزم از اول ویدیو. ای با. کاش یه پس گردنی می‌خوردی هر موقع گوز گوز چیه؟ باشه چطوری؟ آقا من صاف اینا سر اصلا مطلب می‌خوام رگبری پشت سرم. باور کن. اولی که دارم خود خودم برم دنبالش. یعنی مثلا مثل کامبیز اون روز تو پلنت گفته بود یه جا قرار نذارم بیام بیا فلان جا. نه اینجوری حال نمیاد. بعد دارم می‌خواد دیت اولمون شام باشه. دیس کامبیز هم دوست دارم خیلی مجلل و شیک و باحال، این پشت داره مثلا موزیک جاز پلی میشه. اوه بعد خیلی ترنان میشم، خیلی خوشم میاد. یه دقیقه واسه حالا استایل کلاسیک زده باشه، رسمی زده باشه. خودم دارم خودم اونجوری تیپ بزنم، خیلی شیک و میدونی خوشگل. آره. بعد خیلی دوست دارم دختر کول و پایه‌ای باشه، یعنی چهار کلمه داشته باشه حرف بزنه، میدونی. بعد یعنی مثلا مجسمه نشینه گوشه خاموش کنه صحبت نکنه، جو داستانا نه بگه بخنده. آره. موارد کنسلی هم زیاده، ولی خب دیگه بی ادب نباشه، بوی بد نده دیگه، چه میدونم اینجور داستانا دیگه. بی ادب بودم از اونی که فوشموش بده اونم پول مول بکنه و صحبت پول مول اینجور داستانا. خلاص دیگه زیر یه دقیقه میشد اینا رو جمع کرد دیگه. یزید خوب جمع کردی یزید، همین فقط یعنی جاز گوش کنه و یه تیپ کلاسیک بزنه تو کارات میشه. باش خواهشان سعی کنین همون تک نفری برین، یعنی اون دختره و پسر. اینو چرا همه دارن میگن؟ مگه مد شده همه مثلا یه اکیپ میرن دیت؟ من نمیفهمم اینو. دختره مثلا رفیق صمیمی شو یا رفیق صمیمی هاشو، یعنی ببین دیدم که میگم آورده و خب تو نمیتونی یه سری سوالا رو بپرسی، یعنی باید الان به جای یک نفر با سه نفر یا پنج نفر. اون که ببین اونی که با رفیق صمیمیش اومده که اصلا نمیخوادت، یعنی اومده که بیشتر ایسکات کنه بعدم برن پشت سر دیگه سبزی بار بذارن عشق کنن. من دیت اولم با یه پسری بود که خب ما تو مهمونی با هم آشنا شده بودیم، بعد
موقعی که ما قرار گذاشتیم مثلا واسه اولین بار همدیگر ببینیم، صحبت جدی بکنیم و اینا، ما توی کافه نشسته بودیم دوتایی، داشتیم صحبت میکردیم و توی حرکت خیلی فولی یهو دوستاش بهش زنگ زدن که کجایی و اینا، گفت من توی کافه هم با فلانی نشستم. من یهو به خودم اومدم دیدم مثلا 10 تا آدم سر میزمون نشستن، کسایی که من تا حالا ندیده بودم ایشون نمیشه. نه این مثل که واقعا ترنده، یعنی همدیگر رو دارین اذیت میکنین با دوستاتون. به هر حال اینم از این ویدیو، امیدوارم که مفید واقع بشه و بتونه کمک کنه برای اینکه دیتاهای خیلی خوب و پیشرفته و باحالی داشته باشین. همین دیگه، فکر کنم بعد مدت‌ها یه ویدیو آموزنده بالاخره تو چنل آپلود کردم. خدای شکرت. یاد نره که چنل منو سابسکرایب داشته باشی. اگه این اولین ویدیویی بود که تو چنل من دیدی، تو چنل من کلی ویدیویی هست که رابطه‌شون با ویدیو بعدیشون مثل گوز و شقیقه است. بنابراین تو قطعاً ممکنه ویدیویی که مورد نظرت باشه و دوستش داشته باشی تو چنل من پیدا بکنی. اینو من بهت امضا میدم. مراقب خودت باش تا ویدیوی بعدی. فعلا شب بخیر.